You know, it'll play for. Oh, it's not. سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز فرزادم خدا با ماست سلام ولی باز خبری از فراد نیست فراد جان کجایی جونم براتون بگه که امروز اپیزود 167 ماست ما هفته پیش در مورد دو سالگی خودکست صحبت کردیم و امروز برگشتیم به اون اسکجول در واقع برنامه اصلیمون که هر هفته دو تا اپیزود مختلف داریم و اینکه امروز میخوایم ببینیم که کارون برای ما چه آورده قبلش میخواد دماد تیشرت ها بگیم تا یادمون نرفته دماد تیشرت ما داشتیم با بچه ها سوال در مورد این تیشرت ها که خب حالا سه تا دخترون است سه تا پسرونه یا حالا دختران و هم نیست ولی سه تا صورتی داریم الان داستان میشه آره نه نیست بیرون سه تا صورتی داریم و سه تا رنگ روشن سه تا رنگ تیره آره <applause> و اینکه یه دونه پست میذاریم توی اینستاگرام و یه سوال میپرسیم و به دوستانی که بهترین جواب رو بدن توی اون سوال ما براشون میفرستیم و... چیه پست رو میخوای من توضیح بدم بگو دیگه یه پست میذاریم که اگه یه چیزی بود توی خودکست که میخواستید عوض کنید چی بود حالا اگه بیشتر دوست داشتید عوض کنید جدا تکس بدید ولی ما گفتیم <applause> یه دونه به خاطر اینکه کامنت قراره بیاد احتمالا زیر اون پست توی اینستاگرام و اون کامنت ها خیلی طویل نمیتونه باشه یعنی از لحاظ محتوا چه چیزی ها؟ هر چیزی مثلا قیافه ایمان رو برمیداشتیم مثلا آره همه چی هر چیزی که بعد ما حالا اونا رو میخونیم این خیلی چیز دیگه سابجکتیو و ابجکتیو <applause> نیست اصلا بله. اونی که خیلی کمک بکنه به ما به رو انتخاب میکنیم به هر جای دنیا که بشه ما سعی میکنیم پست کنیم آره و بفرستیم براشون تیشرت ها رو تیشرت ها رو خیلی خوب تیشرت ها و اینکه چیز دیگه نبود که دانش بخواستیم صحبت کنیم از هفته پیش نه دیگه کامنت چیزی دلمون تنگ شده یه نفر تو یوتیوب نوشته بودش که من ممکنه درسای دانشگاهی یادم بره ولی هیچ یادم نمیره که آمینو هستی تو پروتئین آره اینقدر گفت گفتم عاشق عزقاییم آره خلاصه که برو ببینم امروز میخواید چی بگید اما چی میخوای صحبت کنی؟ خوشکل پسر؟ این قسمت من یه سری مطلب ها که به صورت جسته و گریخته در بل. طول زمان های مختلف من جمع کردم یه جا سیف کردم خونده بودم حس میکردم که جالبه رو کنار هم گذاشتم و گفتم که این مطالب جالبه با شما در میون بذاریم خب به اطلاعاتمون اضافه کنیم نه همچون با بود من خودم خیلی خوش گذشت وقتی اینا رو خوندم گفتم شاید به شما هم خوش بگذارم مطلب اول پنج تا مطلب که دوتاشو خیلی دوست دارم چون؟ مطلب اول راجع به این جنگ غذاهای ارگانیک و غیر ارگانیک سمپاشی شده ببین اینو یه مطلبیه که استاد دانشگاه برکلی توی سال 1987 87 موقع ما هنوز فکری بیش نبودیم آره توی مجله معتبر ساینس این مقاله رو منتشر کرده بعد این که الان میگم سبزیجات و میوه های ارگانیک بیشتر عامل سرطان چی دیگه <تصفح> <تصفح> هر هفته میه میگیم که اینو بخورید <تصفيق> <تصفيق> بعد بد میشه براتون مثلا نه جو... اینو 1987 گفتن آ اون موقع اینو پابلش کرده که آره ولی خب هیچ کی چیز نگه مثلا 30 سال پیش گفتن و هیچ کی حواسش نبوده دلیلش هم خیلی راحته خیلی یعنی چیزه همه فهمه یعنی من هم که زیست شناسی و حالا این چیزها رو بالا زیست بالاخره این داستانا رو بلد نیستم گیاه شناسی اینا رو منم خیلی راحت متوجه شدم بله ببین اینه که کشاورزا چه جوری پرورش میدن اون چیزایی که میخوان پرورش بدن و میکارن در میاد آفعی. بهش سم میزنن که کرم نزنه کرم نزنه پشه ماشین نیاد نمیدونم قارچ نزنه مریض نشه اون آره. دو سبزی که دارن پرورش میدن این سما سم سمای دستسازیان که انسان ساخته و توسط FDA بله که Food and Drug Administration توی آمریکاست. بله. اینا تایید شد حالا این راجع به آمریکا ها. حالا هر کشوری این سازمان خودش سازمان داره. خودشو داره ولی خلاصه این سمایی که میزنن تایید شده است تایید گرفتن از FDA هم کار چندان راحتی نیست کار سختیه و تایید شده است که آقا آدم اگه حالا مقداری کمی از اون سم هم بخوره چیزیش نمیشه اینا حالا <تصفح> وقتی محصولات ارگانیک دارن پرورش میدن اینا دیگه سم نمیتونن بزنن دیگه کل داستانش اینه که این محصولات به صورت طبیعی دارن رشد میکنن فقط سم یا هورمون و اینام هست اونا شما نمیدونید شیمیایی این, مطلب این مقاله راجع سمش بود درسته بعد ولی خب واسه این که در واقع جلوی اون قارچ و مریضی و حشره و این چیزا رو بخوای بگیری باید یه مکانیزمی باشه دیگه بله مکانیزمش چیه اینه که در واقع اون گیاهایی که انتخاب میشن برای این مدل از پرورش به صورت طبیعی مقاومن در برابر این حشرات و قارچ و مریضی ها این داستان ها بله. چجوری طبیعی میشن؟ طبیعی میشن چجوری به صورت طبیعی مقاوم میشن؟ در واقع اینا توی خودشون این گونه های میوه و سبزی و اینا یه سری ماده دارن که این خطرات رو از خودشون دور میکنن در واقع کارسینوژن درسته؟ بله بله. برزاد بهتر میدونه. کارسینوژن به حالا مواد سرطانزا میگن. اینا تو خودشون کارسینوژن دارن که این باعث میشه اون حالا خطرات آفت ازشون دور بمونن ولی خب ما آدما هم اگه اینو بخوریم در واقع اون مواد وارد بدن ما میشن و داستان که حالا اون سمپاشی که برای پرورش گیاه ها به صورت غیر ارگانیک انجام میشه اون سمپاشی توی سطح میوه و سبزی و ایناست مثلا تو اگه خوب بشوری اون سمه از بین میره در صورتی که این مواد حال <applause> کارسینوژن توی عمق اون گیاه و میوه و سبزیه و شما بخورید حتا اونا رو خوردید و این باور غلطیه که آدما فکر میکنن مثلا سم طبیعی از سم انسانی که حالا توسط FDA هم تایید شده بهتره که بهتر نیست سم سم دیگه حداقل یکیشو رو انسان آزمایش کردن آره خیلی نکتهش ساده است دیگه واسه اینکه اونا طبیعی بتونن رشد کنن باید به صورت طبیعی مکانیزمی وجود داشته باشه که در واقع این آفت ها رو ازشون دور کنه و اون مکانیزم یه سم مادرزادی توی اون گیاه هاست. که ما بخوریم اون وارد بدن ما میشه پس دیگه میوه ارگانی کسی نخوره نه بخوری خود حالا اینی که من خوندم یه استاد دیگه دانشگاه برکلین اینو نوشته بود گفتش که من خودم میخورم ولی باور ندارم که این سالم تره برای میخورم که مزهش بهتره و آره. باور دارم که حالا اون چیزه کشاورزه که این رو پرورش داده بیشتر مزه اون غذا براش اهمیت داشته تا ظاهرش چون غیر ارگانیک خیلی خوشگلن و ترتمیز و مجلس آره. پرتغال میده خلاصه که خواهش میکنم حواستون باشه عکس عکس فرزا رنگیه دلنگ. آره. بله اره. آره این خیلی جالب بود این داستان ما رو شکر هم داریم مثلا یه سری رو فکر می‌کنن شکر مثلا توی میوه دیگه شکر خوبیه آره اینو من امروز صبح اومدم در بزرگم داشتم بحث که اونم نیست دیگه مهم اون حجم شکریه که شما می‌خورید و برای همین میگم مثلا آب میوه نباید بخوری به خاطر اینکه تو تو حالت طبیعی اینو فکر کنم قبلا هم گفتیم مثلا میری یه دونه سیب میخوری پر میشی دیگه فیبر شکمتو پر میکنه نمیتونی بیشتر بخوری ولی یه لیوان آب میوه که بخوریم مثلا سه چهار تا سیبه و میزان شکری که حالا با فرض اینکه طبیعی باشه میزان شکری که به تو میرسه خیلی زیاده و شکرم بده ما یه رفت رفته بودیم یه یه رستورانی بعد من دیر رسیده بودم برای من غذا سفارش داده میشه دیر میرسه بعد دیدم که برای من یکی آپورتوگال سفارش شده اینو گفتم که من حالا پرتقال برای چی اینا گفتن نه بخور جون میگیری قوه میگیری اینا گفتم اون میدین چند تا پرتقال توشه نه فوقش یکی دو تا دیگه امکان نداره یه لیوان بلندی بود سیرچکر. بعد آخرش نه رفتیم از خانم پرسیم چند تا پرتقال تونه گفتن 11 تا <تصفح> <تصفح> و فکر کن و, و تالت چیزی هم که قبلا رو فکر کنم بهش اشاره کردیم وقتی که آب میوه رو در واقع آب یک میوه رو میگیرین اون قندش خیلی راحت تر جذب میشه اینم آره از روی زبون خیلی راحتر قند میکشه به خودش بدن خلاصی که اکثر چیزایی که ما میدونیم غلطه من ولی آب خیلی دوست دارم طبیعی بفرمایید قندت <تصفح> میزن ارگانیک ولی کم بخور بعد آها این دومی دو گفتم دوتا از مطالبی که میگم من اینو خیلی دوست دارم من جدیدا خیلی افتادم رو اینکه این, این مناقشه بین آدمای خدا باور و خدا ناباور رو برم بخونم بله خیلی باحال اگه شما هم دوست داشتید برید بخونید حرفای جالبی میزنن دو طرف مثال هایی میارن جالبی میشه مثلا یکی از چیزای جالبی که من خوندم راجع این بود که طرف اومده بود گفته بود بابا فرق مایی که خدا ناباوریم با تویی که خدا باوری فرقش توی یه دونه خداست خب مثال زده بود توی حالا فرهنگ مختلف توی تاریخ انتا خدا وجود داره و هر کدوم از آدم های خدا باور به یه دونه از اونا باور دارن به این منهای یکیش باور ندارن درست اون خدا ناباوره به این تاش باور نداره یعنی فرقشون توی یه دونه است درست که اینا ما هیچ وقت از این دید بهش نگاه نه بعضی هستن دیگه مگه دوستان هندی مگه هیچده هزار تا خدا نداره و هر فرقه به یه دونش باور داره دیگه تو یه هم مثلا به چند تا باور نداری حالا این چیزی که دارم میگم این بحث ما هر کی دست ما رو بگیره ما بهش باور داریم خب این بحثی که میگم راجع به اینتلیجنت دیزاین بود بعضی هستن که اعتقاد دارن که خیلی خب که دنیا رو یه موجود حالا هوشمند طراحی کرد یعنی طراحی هوشمندی وجود داره پشت حالا بدن ما انسان ها کارکرد طبیعت همه این داستان ها خب اینتلیجنت دیزاین بعد در واقع تصور شما از اینتلیجنت دیزاین یا یه طراحی هوشمندانه اینه که تمام این اجزاش به بهترین شکل ممکن طراحی و تست شده باشن و هیچ در واقع خطای طراحی وجود نداشته باشه درست ولی خطای طراحی وجود داره خب که این یه تلنگریه به آدمایی که به همین طراحی هوشمندانه اعتقاد دارن خطای طراحی وجود داره کجا وجود داره نمونه بارزش رو خود ما انسان‌ها اون نقطه کور یا بلایند که چشم ماها داره احتمالا اینو شنیدید من توضیح میدم که چیه داستان اینه که شما این چشم ما این از پشت این گودی چشم ما یه جایی داره به اسم رتینا درسته آه، آه، آه. بهتر می‌دونه که اصلا کلا ما چجوری می‌بینیم باید نور از یه جسمی که ما داریم می‌بینیمش بازتاب بشه بیاد بخوره به چشم ما و اون تصویرش حالا توی چشم تشکیل میشه و مغز پردازش میکنه و ما مثلا اون میزی که تو خونه ایمان اونور هست و من میبینم حالا این نوره که بازتاب میشه میاد میخوره به چشم من میاد این پشت چشم توی همین صفحه رتینا یه سری سلول هستن که گیرنده نورن این نورا میخوره به اون صفحه چه اینجوری نگاه میکنم ندارم دقت میکنم ببینم چه چپش افتاده این نورا میخورن به اون صفحه رتینا ما اینو میبینیم حالا این صفحه رتینا یه سوراخی داره که این سوراخه از توش سلولای عصبی رد میشن در واقع دیدنه چجوری اتفاق میفته این نوره میخوره به اونجا این سلولای عصبی به اونا واسه اینا پیام سیگنال رو میفرسته میفرست مغز و مغز حالا پردازش میکنه اونا ما با اونش کاری نداریم ما با این سوراخه کار داریم این سوراخه ایجاد شده که این سلولای عصبی از پشت بیان و از تو وصل بشن به این رتینا سوراخ سیم کشیه سوراخ کشیه <تص> بعد این باعث میشه که تو اون ناحیه که این سوراخ وجود داره دیگه سلول عصبی برای بینایی وجود نداره در واقع نوری که به اونجا برسه رو ما نمیبینیم جسمی که مثلا تو اون ناحیه باشه رو ما نمیبینیم درسته خب پس چه سوراخ اونجا وجود داره که اونجا گیرنده نور وجود نداره سلول عصبی ازش توش رد شده سوراخ سیم کشی ما میگه تستش هم خیلی راحته من میگم همین الان بشین خودتون تست کنین. دو تا نقطه رو بذارید روی صفحه کاغذ سفید با فاصله مثلا ده سانت از هم دیگه یه نقطه چپ یه نقطه راست اینا ده سانت با هم فاصله دارن یه چشتون رو ببندید مثلا چشم چپ رو ببندید با چشم راست زل بزنید به نقطه چپیه سفر رو مثلا با فاصله حدود سی سانتیمتر از چشتون بگیرید شروع کنید جلو عقب کردن خب بعد از یه مدت میبینید چشم راست شما دیگه نقطه راستیه رو نمیبینه سفید میشه خب دلیل اینکه این اتفاق میفته خیلی جالب اینه که مغز میدونه اونجا رو تو نمیبینی واسه اینکه جبرانش کنه تو فقدان که نیست باید یه کاری بکنه یه کاری انجام میده به اسم اینترپولیت کردن اصطلاحا که در واقع میاد اون نقطه یا که تو نمیبینی جایگزین میکنه با اوریج نقطه های دورش حالا رو کاغذ سفید اون نقطه سیاه رو شما نمیبینی اینا اوریج دورش سفیده پس شما شروع میکنه اونجا رو سفید دیدن اون طول توی فوتوشاپی که میزنی یه زیو بر میداره با اطرافش بلندین میکنه دقیقا آره این تو حالا ابزار استفاده کرده باشید هستش اینه که میانگین نقطه دورش رو میگیره و طرف خیلی جالب گفته بود که این انگار اینه که شما یه مشکل سخت افزاری دارید واسه اینکه اونو پوشش بدید یه پچ نرم افزاری میدید مغز یه کار نرم افزاری داره میکنه که مشکل سخت افزاری و چشم شما رو پوشش بده خب اینو حالا دوست داشتید ببینید این شکلی که من گفتم راجع به رتینا ها این داستانا تو ویکی‌پدیا بزنید بلایند سپات خیلی ساده توضیح داده این مثالا رو هم همونجا گفته ببینید خیلی باحاله حالا نکته چیه نکته اینه که ما مهرهداران چشممون همه یه مدل ایوالو کرده یه مدل تکامل پیدا کرده و همه این مشکل طراحی سخت افزاری رو داره چشمامون از اون ور چشمش خیلی شبیه چشم مهره داراست نرم تنه ساختارش نه نرم تنه سفتنه ساختارش خیلی شبیه ولی این مشکل دیزاین رو نداره چشمش رو نگاه کنن نگاه کنید این سلولای عصبی از پشت به رتینا وصل شده و هیچ نقطه کوری نداره آ اینا ورژن دوشن ای این ای که مثلا ورژن باگیر اونی که مشکل داره دادن به <تصفح> دا ما آدما بعد مشکل رو حل کردن رو چشم اختاپوسین رو سوار آره دیگه کردن. خیلی منطقی ما ما مهردار میشیم آره دیگه نمیشیم شما فکر کنم پشتون تو مهره داره اگر که نردی که حتما دکتر بریم اون فکر میکردم ما پستانداریم نه حالا این اون لغت انگلیسی رو باید ترجمه آها بالا بله آره بگو انگلیسی شو با وی هم شروع میشد خب یادمون نه آره حالا مهر آره اونا چشمشون یه مدل دیگه تکامل پیدا کرد با اینکه ساختار مشابه داره ولی اختاپوس این بره. این خطای طراحی رو نداره و خب خیلی جالبه دیگه تو معمولا حالا تو علوم وقتی یه ادعای یعنی هست یه چیزی هست شما اگه یه مثال نقض بیارید کافیه تا کل اون فرضیه یا ادعا رو بذاری کنار و اینکه حالا کسی به اینتلیجنت دیزاین اعتقاد داشته باشه یا طراحی هوشمندانه یا یه مثال چشم طراحی شوشمندانه نیز یه باگی داره که میتونست این باگ رو نداشته هر ماشد. چی باشه تو آیفون هم همینطوری داره پیشرفت میکنه دیگه باشه خب آیفون رو کسی نمیگه مثلا یه موجود مطلق کامل بدون ایرا طراحی کرده اون هم انسان طراحی کرده و قطعا توش مشکل داره دیگه وقتی محصولات آلمانی مشکل دارن یعنی هر محصول دیگه میتونه که محصولات آلمانی دیگه از چشم افتاد بفهم آره هر محصول دیگه میتونه مشکل داشته باشه این اون مطلبی بود که من خیلی دوست داشتم چیزی نمیگی شما به این این که بوشتون اومد باشه <applause> میخواستی من این کامنت ها بده بگو سه و اینه که میدید چرا نسبت به گذشته خیلی ها تنها زندگی میکنن یعنی سینگل هن. یعنی اون موقع همه زوج داشتن و اینا ها الان خیلی ها تنها زندگی میکنن این چیز جامعه شناسیه ام... به خاطر اینکه میتونن با اینترنت به دیگه وصل بشن خیلی راحت دیگه نیازی ندارن که کنار هم دیگه باشن با هم دیگه صحبت بکنن نه حالا صحبت کردن بحث شده است اینکه چرا سینگلن مثلا دیگه تو رابطه هم نیستن خیلی ها. از اینا رفته بالا ندارن جوابش خیلی باحال و ساده است اینه که میتونن قدیم نمیتونستن مثلا میگفتش که قرن های پیچ این چیز جامعه شناسیه می گفتن که قرن پیش شما امنیت تو تعداد بالا بوده <applause> آره اصلا واسه که جون سالم به در واسه اینکه زندگی مثلا شما یه مزرعه داشتی کارت این بود که وابسته بود به تعداد زیادی کارمند پس تو احتمالا تو خونه مثلا توی خونه بزرگی بودی که مثلا مادر پدرت هم اونجا بودن و یه عالم نوه و بچه و اینا بودن همه دور هم کار میکردن حالا امنیت برقرار بود غذا می میرفت و این داستان ها. الان میگه شما حتی اگه مثلا یه والد تنها هم باشی یعنی حالا مادر یا پدری باشی که تنهایی و شغل فول تایم داشته باشی شانسش هست که شما یه خونه ای داشته باشی یه غذایی بیاد سر میز و بره و زنده میمونی درست و میگه که مثلا ماها نسبت به نسل های گذشته نسبت به پدر بزرگ مادر بزرگ های خودمون چندین برابر بیشتر آدم میبینیم یعنی شانس این رو داریم که با تعداد خیلی بیشتری آدم در واقع صحبت کنیم و این باعث میشه که چی استانداردو بره بالا باعث میشه که انتظاراتی که ما از رابطه داریم در مقایسه با نسل گذشته پدر بزرگ مادر بزرگ اصلا با پدر مادر خودمون خیلی فرق کنه و خب این انتظارات که میره بالا پیدا کردن یه مجموعه که کار کنه و کارا باشه سختره اصلا به وجود آوردنش سخته بر همین حالا تشکیل زندگی مشترک و اینا هی داره جلو میریم سخت‌تر میشه دلیل اولش اینه که اون ضرورت وجود نداره آدما میتونن تنها زندگی کنن قدیم نمیتونستن حالا این نکته که ایمان گفتم داخل دیگه شما خیلی دیگه کمتر حس تنهایی میکنی هرچی بشه فرد مثلا زنگ میزنی به یکی راحت صحبت میکنی و تصویرش هم میبینی و از این داستانا فیس تایم میتونم و این خب خیلی چیز دیگه خیلی جالبه و میگه که شما مثلا الان به یه مشکلی بخورید خیلی راحت در خروج رو انتخاب میکنی چون میتونی میتونی تنها قدیم نمیتونست مجبور بودی اجبار بوده خدافز آره فضاش این در خروج اومده <applause> خب این رو ما یه جایی نشسته بودیم مثلا چهار رو که بحث این شد که یکی از خیلی خودجوش و غیر منتظره سوال شد که مثلا شما تو زندگیتون خوشحالید خب جوابا مختلف بود یکی میگفت آره یکی میگفت نه به من رسید من گفتم من راضیم خب بعد دیدی مثلا میخوای یه چیزو بپیچونی مثلا یه جور دیگه میگی بعد من گفتم من راضی ام بعد گفتم نه سوال اینه که خوشحالی ام گفتم من راضی بعد دوباره همینجور سوال تکرار شد و گفتم حالا لزومن مثلا خوشحال نیستم چون هپی نیستم ولی خیلی راضیم ام خب نمیفهمم بعد از من یکی دیگه بود اون میگفتش که من خوشحالم ولی راضی نیستم که ما اونجا به یه تئوری رسیدیم که جمع خوشحالی جمع یعنی خوشحالی و رضایت ثابته خوشحالی بره بالا رضایت میاد پایین رضایت بره بالا این حالا ما به مسخره اونجا رسیم ولی حالا اینو داشته باشید این دیالوگایی که من میگم رو گوش بدید یکی از یکی شرکت کرد پرسیدن تو تو زندگیت به 20 کشور مختلف سفر کردی بعد یارو جواب داد نه من مثلا به زور کشور خودم رو دیده باشم بعد مثلا پرسیده حالا پارتنر داری دوست دختر دوست پسر یارو گفت نه مثلا من سینگل بگورم و هنگستم. بعد نمیدونم مثلا با نمره بالا از دانشگاه فارغ التحصیل شدی یارو گفت نه من مثلا یه رشته معمولی خیلی معمولی بعد میگه که تا, حالا کسی مثلا بهت گفته که دوستت دارم خودجوش و اینا اینم گفته که نه خودجوش همچین اتفاقی نیفتاده نه مثلا خونه داری ماشین داری حساب بانکی خوب داری شغل پر درآمد داری جواب واضحه دیگه یا گفت نه مثلا خیلی معمولی هیچ کنی نه خانواده پولدار داری ارث زیاده بهت میرسه بدبخ. خوب <applause> بعد مثلا میگه آدما رو سریع تحت تاثیر قرار میدی فرست ایمپرشن خوب میذاری یارو میگه نه مثلا تو ارتباط برقرار کردن خیلی مشکل تو هم دیگه داری اصلا سر میبری اصلا میگه که چه میدونم خوش تیپی یارو میگه نه مثلا قدم کوتاه خیلی کبری هم مثلا نه آی کیوت بالاست میگه نه من خیلی معمولی اصلا یادم میره خیلی چیزا اینا خیلی مشکلن بعد یارو تاش میگه پس تو خیلی باید دیگه ناراحت زندگی کنی و حالا اینا آن باشی بعد جوابی که میده خیلی زیباست میگه که اتفاقا من خیلی هم خوشحال زندگی میکنم به سوزی خودم رو با تمام محدودیت هایی که دارم قبول کردم و از تک تک لحظه هاش لذت میبرم خوشحالی به این رفتی نداره که تو به کشورهای مختلف سفر کنی زیبا باشی شغل خوب داشته باشی پول زیاد داشته باشی پرس ایمپریشن خوب بذاری این به میگه به اینا نیست میگه فقط به خودت بستگی یه چیز واقعا از درون میاد از درون رضایت هم از درون میاد و به اینکه در لحظه زندگی کنی میگه من یه زندگی خیلی ساده رو آره زندگی خیلی ساده رو دارم زندگی میکنم خوب کار میکنم رو دوست دارم با دوستا و خانواده اعضای خانواده وقت با کیفیت میگذرونم بعد به آدما کمک میکنم مدیتیت میکنم کارهایی که دوست دارم رو انجام میدم و دنبال میکنم جالبه چند سکوت کنیم بله بعدی بعدی که آخریشه که دیگه اصلا دیگه تو پوست خودت هم نمیگنجی این مطلب دومیه که از این پنج تایی که میخوام خیلی دوست داشتم آه من فکر کردم اون یک و رو دوست داشتی که اول گفتی نه نه اولی که خیلی دوست داشتم اون دیزاین فلا یا اون آه. مشکل طراحی چشم آه. بود و پچه نرم‌افضاری مغز روی اون مشکل دومیش اینه راجبه ریسشن یا بحران و رکود اقتصادی شما سال 2007 تا 2009 یادتونه دیگه اخبار هر جواب می کردی همش راجع این بود که آقا بحران اقتصادی رکود بازار سهام خیلی پایینن که بدترین بحران اقتصادی بود توی آمریکا از سال 1930 این 2007 من یادم بود 2007 شروع شد تا 2009 تموم شد دیگه ه مثلا خیلی افتضاح شده بود که بازار خونه کساد بود خرید و فروش نمیشد ساخت ساز نمیشد بانک ها در شرف فیل کردن و حالا ورشکستگی بودن بازار سهام خیلی بد بود همش قرمز بود همه سهام داشتن می‌افتادن یعنی شما سرمایه گذاری کرده بودید پولتون داشت کم میشد و نرخ بیکاری حالا جالبه اینا مثلا شرایطشون وحشتناک میشه نرخ بیکاریشون دو رقمی میشه مثلا به ده یا زمین رسه دیگه اینا سنکوب میکنن بعد مثلا ایران 98 مثلا <تص> 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 اون زمان احمدی نژاد یادتونه این اومده بودن نرخ این لاماسا با آمارم بازی میکرد نرخ بیکاری داده و خیلی پایین در اومده بعد میرفتی نگاه میکردی خانم خاندار کارمند حساب میشد یعنی بیکار نبود دانشجو فکر کنم اگه درست یادم باشه کارمند بود بیکار نبود بیکار نیست کسی که پارت مثلا هفته چون چهار ساعتم کار میکرد بیکار نبود درسته دیگه درسته. سلام. <applause> اصلا دیگه با آمار حالا اینا تو بحران اقتصادیشون بدتر یعنی تو بدترین حالتش مثلا ده یازده میشن دیگه خیلی فشار میاد میشه آره حالا ده سال که از اون زمان میگذره خیلی همه چی خوبه تو این ده سال همه چی رو به رشد از 2019 تا الان همه بازارهای سهام و اینا رو نگاه کنید همه رو به بالای نرخ بیکاری خیلی پایینه ولی هر بالا رفتنی یه پایین اومدنی داره بله آه. و الان نشونه هاش هست که ما داریم پایین میایم خب بازار آمریکا مشکل پیدا کنه به همه جای دنیا چیز میشه دیگه تاثیر میذاره رو همه جای دنیا تاثیر میذاره حالا اون روزی دیدم نرخ رشد اقتصادی چین و انگلیس هم ظاهرا منفی, منفی شده چین مثلا بعد مدت ها این اتفاق افتاده و براش خیلی عجیبه روی ایران فکر کنم دیگه تاثیر نداره ببین ما تو ایران به ما, 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 تو همیشه تو بحران اقتصادی یعنی نرخ بیکاری وحشتناک داریم بازار سهامامون مثلا اونجوری رشد نمیکنه تورم وحشتناک حالا من یه سری فاکتور این تو میگم توی این مورد پنجم که اینا رو نگاه کنیم ما خیلی خوب همش داریم و مدیریت هم میکنیم چندین چند ساله تو بحران اقتصادی و بازار خونه کساده ساخت و ساز شاید اونجوری انجام نمیشه آدما کم خونه میخرن نم قدرت خرید پایینه تورم رو که گفتیم نرخ بیکاریو گفتیم کلا داستان دیگه داستان داریم آره مناسب نیست حالا این میاد هفتا اینو من از چیز پیدا کردم چی بود؟ stuff you should know نه ها stuff, how stuff work. نه یکی این دوتا بود یادم بعد این میاد هفت مورد رو میگه که هفت تا که ما یا وارد بحران اقتصادی شدیم یا داریم ورود میکنیم حالا بخونید خیلی خبراش زیاده حالا یه سری اعتقاد دارن که ما همین الان توشیم یه سری ها میگن باید مثلا تا انتخابات سال دیگه آمریکا صبر کرد ببینیم مثلا همین آقا انتخاب میشه یا نه خلاصه ولی خبرها خیلی جالب نیست. دوستمون دونالد همین آقا آره اسم اولیش خیلی جالبه معروف خیلی جالبه اینه که توی آمریکا یه حالا بهش میگن یو اس باند باند در واقع همون اوراق مشارکت ماه ترژری هم میشه خزانه داری آمریکا این خیلی در واقع حالا اینجوری بهش نگاه کنیم سهام خیلی قابل اعتمادیه خیلی سرمایه گذاری مطمئن و لوریسکیه خب یعنی آدمایی که میخوان پولشون مطمئن باشن که نمیفته ارزشش کم نمیشه زیاد میشه قطعا ولی با یه حالا نرخ کمی میان از اینا میخرن از این باندا از این اوراق مشارکت ها میخرن و داستان چیه اینا مدل های مختلف این اوراق مشارکت وجود داره کوتاه مدت دارن و بلند مدت و حالا همیشه کوتاه مدت ها لو ریسک میشن چون کوتاه مدت یعنی مثلا تو زیر 5 سال میخوای پولتو ورداری نباید بیفته دیگه تو سرمایه گذاری نمیکنی که پولت بیفته که اگر قرار بود اینجوری باشه میذاشی تو بانک دست نمیزنی و اگرم بیفته خیلی چیزش کمتره آره یعنی... نسبت به اون بلند مدت ها های ریسک ترن یعنی نوسان بیشتری میکنه اگه رشد کنه بیشتر رشد میکنه ضرر هم بکنه کمتر ضرر میکنه خب گفتیم پس این باندایی که مال خزانه داری آمریکاست خیلی مطمئنه بعد داستانی که اینا چون به صورت کلی سرمایه های لو ریسکی محسوب میشن سرمایه گذار خیلی راغب نیستن تو اینا سرمایه گذاری کنن میرن سرمایه گذاری پرخطر دیگه ای می میکنن که رشد و ایناش بیشتره ولی زمانی که خیلی سرمایه گذاره از بازار سهام مطمئن نباشن میان رو میریزن تو این چون مطمئنا این اوراق شرکت داره رشد میکنه این نشونه خیلی خوبی نیست یعنی اینکه بقیه از بازارهای سهام دیگه نامطمئنن پولشون رو دارن میارن تو این لوریسکا میذارن چون از آینده مطمئن نیستن میان خیلی کم خطر سرمایه میکنن حالا تو خود این اوراق مشارکت انتظار همیشه اینه که اون بلند مدت ها سودشون از کوتاه مدت ها بیشتر باشه یه وقتهایی هست توی تاریخ که این عدده جابجا جا میشه یعنی بلند مدت و منهای کوتاه مدت که میکنی یا صفر میشه یا منفی میشه این خطرناکه یه گرافی هست بهش میگن inverted treasury yield curve که دقیقاً بلند مدت رو میاد از کوتاه مدت کم میکنه این باید معمولاً مثبت باشه یعنی بلند مدت رو... این منفی میشه آره این, آره. این یا صفر میشه یا منفی میشه و داستان چیه اینه که دارم دنبال عددش میگردم 18 ماه بعد از اینکه این اتفاق میفته میرین توی توی رو تاریخ رو آره توی هفت ریسشن قبلی مثلا 18 ماه بعد این اتفاق این عدد جابجا جا شده بود و الان ما خیلی نزدیک صفریم ما در حال جابجا جا شدن از. خیلی این خبر خوب اولیه خبر خوبه این الان آره با حال دیگه بالاخره همیشه با, با بدبخت میشیم با حاله آره. خب کارمون از دست دادیم همینجا دیگه هر روز براتون برنامه خودی هست داریم مورد دوم حالا یه دار راجع به بازار بولیش و بریش ما صحبت کرده بودیم که بولیش وقتیه که بازار حالا بول میشه گاو دیگه وقتی که میره بالا چرا اینا میگن قبلا من گفته بودم بول میشه گاو <applause> طول میشه <applause> قبلا گفته بودیم که دلیلش اینه که گاو که می جنگه شاخ میزنه شاخش رو به بالاه بریش بر میشه خرس خرس میشه وقتی می جنگه با دست میزنه مثلا تو سر حریفش دسته میاد پایین پس بازاری که میاد پایین رو بهش بریش مارکت یا حالا بر خرسی <applause> علا... آره بازار خرسی بازار گاوی آره به صورت متوسط اگه 508 روز پشت هم بازار بریش باشه حالا اینو معمولا با سهام های بگو دیگه 500 تا مثلا کمپانی بله. خفن میسنجا. اگه همه اینا مثلا 500 آره آن اوریج به صورت میانگین 508 روز اینا پایین باشن میگن بازار بریشه خرسی تو... آره تو طول روز حالا فلاکچوییت میکنه مثلا یه ماه دو ماه میکنه ولی اگه 508 روز یه سال خورده اینجوری پایین باشه نشون میده که اوزا داره خراب میشه الان چند روزه بریشین ما حالا یه سری شرکت تک و اینا رو ما تو شرکت خودمون دستی نگاه میکنیم تو یه سال گذشته ثابت بوده یعنی بالا بالا رفته پایین هم اومده بوده داره اینجا مه بوده اینجوری وسط افتاده بوده ولی وقتی که سهام شرکت رو میفتن یعنی که شرکت ها انتظارشون از رشد آینده کم شده خب خودشون میدونن در آینده قرنز خوب روش کنن چی میشه این باعث میشه که کمتر برن از بانک وام بگیرن بگیرن وام گرفتن از بانک خیلی اتفاق مبارکیه توی اقتصاد خب وقتی که از بانک کمتر وام بگیرن یعنی رشدشون هم یعنی تخمین میزنن که رشدشون کمتره کمتر هم استخدام میکنن پس کار کمتری تولید میشه اصلا ممکنه یه سری از اونایی که استخدام کردنم دکمه بزنن که برن هزینه ها بیاد پایین و این در واقع کل اقتصاد رو تحت تاثیر قرار میده این شد مورد دوم <applause> اولی اون ترژری باند و اینا بود اوراق مشارکت بود دومیش بازار خرسی بود سومیش صحبتی که راجب به رشد حقوق کارمندا میکنن کمپانیا مهمترین هزینه ای که دارن هزینه حقوق کارمنداشونه این بیشترین هزینه رو تشکیل میده نه خرید و فروش نه خرید تجهیزات این هزینه ای کارمنداست وقتی که اوضاع خوبه کار زیاده و نیروی کار ماهر لزوما به تعداد کارا نیست پس کمپانیا واسه این که نیروی کار ماهر رو جذب کنن پول زیادی میدن باید حقوقا رو ببرن بالا که بتونن رقابت کنن با کمپانی های دیگه اون نیرو کار ماهر رو بدوزن نره تو شرکت کار کنه خب میگن مثلا رشد سالیانه حدود 4 درصد روی حقوق کارمندا رشد خوبیه نشون میده که اوضاع اقتصادی خوبه همه سر و اینا این چهار درصدی که میگم مال اینجا یا با در نظر گرفتن اینکه که تورم آره اینجا حدود دو درصد نگه میدارن مثل ایران نیست که مثلا داریم که سی چل این, این اصلا داستانش <تصفح> با اونجا فرده ولی خب مفهوم یکیه مفهوم اینه که تورم اگه دو درصده رشد حقوق باید بیشتر از دو درصد باشه که شرایط زندگی آدم ها بهتر بشه بدتر نشه خب. حالا توی ده سال گذشته توی مثلا هفت سالش هفت سالش بازار خوب داشته حقوق کارمند کارمندا رو داشته خوب زیاد میکرده و حالا توی ده سال گذشته که میگم همش رشد بوده از 2019 به بعد نرخ بیکاری مثلا توی آمریکا به پایین ترین حد خودش هم رسید ولی از سال 2017 به بعد رشد حقوقا به صورت میانگین شده 2.9 دهم به جای 4 درصد 4 درصد یه حدیه که میگن حال اقتصاد خوبه یه که میگن حال اقتصاد خوبه الان 2.9 دهم بوده یعنی که حال اقتصاد شاید خیلی خوب نباشه چون حقوقا اونقدی بالا نمیره بالا نمیره, بالا نمیره. این نه درصد ما الان با چیز فاصله داریم یک و یک ده هم دیگه با مینیمومه نه نه منظورم با ام... تورم بود آره زیاد زیاد نشده کم زیاد شده مورد چهارم بالا رفتن تورمه خب همین که حقوقا میرن بالا نشونه خوبیه تورم هم تا یه حدیش نشونه خوبیه اینو من با اولین بار که شنیدم تورم کم بده فکر کنم تو ژاپن بود این تورمشون منفی شده بود توی جایی از تاریخ و آدم به خودش میگه خب تورم منفی خوبه دیگه اصلا جنسا این دارن ارزو میشن ولی این دقیقا بده چرا چون تورم منفی باشه شما ورسکو میخوای بری تلویزیون بخری تو به خودت میگه امروز من اگه بخرم گرونتر از فردا خرید آره پس سب میکنی اه. پس نمیخری هیچی نمیخره یعنی چی یعنی که چیزایی که تولید شده فروش نمیره یعنی تولید تقاضا کمتر از تقاضا وجود نداره پس تولید میخوابه پس اقتصاد میخواد پس تورم منفی بده تورم باید مثبت باشه ولی نه ایران مثلا 30 40 درصد در حد چند درصد باید باشه که خرید و فروش وجود داشته باشه حالا 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 احمد است. آه حالا اگه زیاد بره بالا تورمم هم زیاد بره بالا خیلی بده دولت واسه اینکه آروم کنه این حجمه نقدینگی به بازار رو چون نقدینگی زیاد باشه تورم میره بالا دلیل این که میگن پول نمیتونی چاپ کنی پول بدون پشتوانه نمیتونی چاپ کنی اینه پول بدون پشتوانه که چاپ کنی چی میشه؟ ارزش پولت میاد پایین نقدینگی میره بالا و چون تولید انجام نشده این باعث تورم میشه و در واقع تورم باعث میشه ارزش پول رو بیاره پایین برای همین هر کشوری که پول چاپ میکنه باید پشتوانه طلا داشته باشه تلاش رو خریده باشه و چرا طلا طلا به خاطر اینکه یه جسم ارزشمندیه که تعدادش دنیا محدوده پس ارزشش همیشه حفظ میشه این داستان حالا اون به اون نمیخوام صحبت کنم حالا تورم که میره بالا دولت واسه اینکه این حجم این نقدینگی به بازار رو بیاد کنترل کنه میاد چیکار میکنه میاد نرخ بهره بانکی رو میبره بالا نرخ بهره بانکی که بره بالا واسه اینه که ملت از شل کنن به خاطر اینکه قرض گرفتن پول سخت بشه اصطلاحا میگن پول گرون بشه <applause> که این نقدینگی تو بازار کم بشه ولی از اون طرف تو نرخ بهره رو ببری بالا شرکت ها کمتر میاد آره دیگه, دیگه شرکت ها کمتر میان وام میگیرن از بانک به خاطر اینکه بهره بالاست شاید انتظار نداشته باشن که بتونن اون بهره رو برگردونن به بانک و اگه نزدیک بحران اقتصادی هم باشن و انتظار هم داشته باشن که رشد خودش هم کمتره پس خیلی کمتر از بانک پول میگیرن و این به نوعی خودش یه عالم کار رو از بین میبره رشد شرکت ها رو از بین میبره خیلی عمل حالا خودش میگن تریکیه که دولت ها کی نرخ بهره رو ببرن بالا که نقدینگی کم شه که تورم بیاد پایین کی بیارن پایین که رونق اقتصادی ایجاد کنن و این وسط کافیه مثلا یه سری از دولت ها مثل دولت الان یه سری تصمیم اشتباه بگه دولت آمریکا یا امریکا. آمریکا. یه سری تصمیم اشتباه بگه مثلا خودشونو وارد جنگ تجاری با چین بکنن بدون اینکه خیلی آگاه باشن مثلا قدرت تجاری چین الان چقدره و این ضرر بزنه به ضرر مثلا میلیارد دلاری بزنه به اقتصاد خودشون تورمشون هم مثلا بره بالا بعد دولت بیاد نرخ بهره رو ببره بالا که تورم بیاد پایین درسته که چی میشه کساد میشه بازارشون وارد رکود میشه همین دیگه خیلی تلاش میکنن الان... که رو دو درصد نگه دارن ولی تصمیم اشتباه بگیرن این جا به جا میشه الان دوباره نگاه کنید ترامپ هفته پیش کنم دستور داد که یه درصد نرخ بهره رو بیارم ولی نمیاد میده، ولی میشه یه درصد بیارن پایین که حس کردن دارن وارد رکود میشن میارن پایین که ملت بیشتر وام بگیرن از بانک وام گرفتن از بانک چیز خوبیه برای اقتصاد کشور مورد پنجم نرخ بیکاریه نرخ بیکاری از تو سال 2018 توی آمریکا به 3.7 درصد رسیده که از سال 1969 این کمترین میزان بوده ولی اونور قضیه طبق آماری که دارن آمریکا دقیقا نه ماه بعد از اینکه نرخ بیکاریش به مینیموم رسیده وارد بحران میشه وارد بحران اقتصادی میشه چرا؟ چرا شو نگفته بود منم نمیدونم اقتصادان ها قطعا میدونن ولی توی تاریخ این نرخ بیکاری که به پایین ترینشون میرسه این میرن تو بحران حالا نکته اینه که پایین ترین رو نمیدونن چقدره یعنی سه و همه سه و نیمه سه و همه ولی به اونجا که برسه میرن تو بحران میرن تو بحران نه ماه بعدش ما هم دنبالشونیم دیگه هر اتفاق اونجا بیفته آره اونجا عدس کنه میگن اینجا سرما میخوره <applause> کانادا سرما میخوره اروپا هم که قطعا تحت دستی قرار میگیره مورد شیشم این به ایمان معروفه افت فروش و ساخت و ساز خونه بل. خرید خونه تعمیر اجاره این داستانها یک شیشم اقتصاد کل آمریکا رو تشکیل میده وقتی که فروشنده مطمئن باشن که ملت مثلا پول دارن و میتونن خرید کنن اینا خوب ساخت و ساز انجام میدن و ساخت و ساز انجام میدن اگه تقاضا باشه یعنی اوضاع اقتصادی خوب باشه تقاضا هست عرضه هست مثلا به نسبت این قیمت بالا پایین میشه اوضاع خوبه خریدارا هم وقتی از درآمد خودشون مطمئنن یعنی میدونن که آقا من یه شغل پایدار دارم که مثلا من تا ده سال آینده روش میتونم حساب کنم پس میرم خونه میخرم میرم خونه میخرم خب ولی هر کدوم از این عوامل که نباشه اولی اگه نباشه یعنی فروشنده مطمئن نباشن که کارمنده مثلا آدما میرن خونه میخرن اینا ساخت و رو کم میکنن آدما هم که خب از شغلشون مطمئن نباشن کمتر میرن میخرن و از سال 1960 قبل از هر بحران اقتصادی تو آمریکا نرخ قیمت خونه 25 درصد افتاده الان چقدر افتاده ایمان میدونی؟ الان توی کانادا آره. آخه خب بستگی داره به خونه های هر قیمتی آره. یه ترشولی داره آره فکر کنم مثلا 15 درصد بعد افتاده آره همیش. من تا 20 درصد هم روی سری خونه ها شنیدم توی کانادا افتاده آمریکا رو حالا نمیدونم ولی خیلی مشابه دیگه روند مشابه یعنی اینجوری که میفته کساد میشه یعنی بحران اقتصادی و آخریش یه حالا اینا همه عواملی بودن که به صورت مجزا بررسی شدن اینا یه نمره یه سکور دارن به اسم Leading Economic Index LEI امه. که این سکوره میاد ده تا نشونه اقتصادی مختلف رو یه جا جمع میکنه به عنوان یه نمره میده بیرون این نمره نشون میده حال اقتصاد خوبه یا نه این ده تا مثلا ساعت متوسط کار هفتگی نمیدونم نرخ بیکاری قیمت خونه از روند سهام اوراق مشارکت همین باندایی که گفتم همین موردایی که گفتم این ده تا رو یه جا جمع کردن این وقتی انتظار دارن که اسکور هی رشد کنه یعنی مودارش حالا من نگاه میکنم اینجوری بره بالا وقتی این شروع میکنه ثابت بشه یا و رشد نکنه یعنی اوضاع خوب نیست و داره وارد بحران میشه و این رو چیزیه که اقتصاددانا خیلی ترک میکنن دنبالش هستن و خب تمام موارد قبلی که من گفتم دوچره مشکل بشن این اسکور شروع میکنه ثابت شدن و وارد فاجعه میشه آره حالا این بالا پایین رفتنه قطعا تو زندگی همه تاثیر میذاره ولی اینکه وارد بحران هم بشین لزوما هم بد نیست آدمایی که حالا از قبل با آمادگی با برنامه ریزی وارد بحران میشن توی بحران مثلا اگه کسی نقدینگی داشته باشه بتونه اون موقع بره بازار سهام و سهم خریداری بکنه که مثلا توی کفش و توی پایینترین حالت خودشه بعد که بازار حالا ریکاور میکنه از اون حالت بحران خارج میشه اون سهم خیلی رشد میکنه و شما خیلی پایین خریدید یهو پولت خیلی میره بالا من چند روز پیش داشتم چیز نگام کردم مسابقه مکسمینی با شار پوردانش دانش داشتم نگاه میکردم که حالا شار دانش توی چیز بوده توی NFL بوده و فوتبال بازی میکرد و خیلی آدم قابلی بوده کلی جام و اینا برده بعد از یه حالا اینجری که پیدا میکنه میره توی بازار حالا خونه سامن. سازی اون. و اینجور چیزا و میگه که داشتن در دا مورد رسشن نمو دا داشت صحبت میکردم دا رکود اقتصادی صحبت میکردم میگفتش که توی رکود اقتصادی رکود اقتصادی بیشتر آدم میلیونر تولید کرد تا موقعی که بازار داشت میرفت بالا به آره. خاطر اینکه آدما توی همون قسمت پایینش اگر که بخرن اینا صد درصد همه بر موقع تو اگه نقدی نگی داشته باشی صفر بردی آره خیلی خوب خیلی اطلاعاته. اینا رو نابی بشنیم دو بار گوش بدیم بفهمیم چی به چی شد حاجب. من فقط طول میشه تایپ و بول میشه بول میشه گاف بول میشه خیلی خب خوب این بود قسمت 167 ما کارون در مورد چندین تا موضوع مختلف صحبت کرد در موضوع که خونده بود و گفتش که بیاد اینجا یه سامری بده به قول معروف ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیامهای های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم فلا خداحافظ